نوروز باستانی 1395 رو به همه دوستداران موسیقی و موسیقیدان ها و همه مردم ایران تبریک عرض میکنم. همچون هر کسی که در آغاز سال آرزوهایی داره، من هم خواستم این آرزوها رو در میون بگذارم با مردم ایران و کسانی که برای هنر والای موسیقی ارزش قائل هستند. آرزوی من در سال 95 این هست که انواع موسیقی در ایران بتونن رشد و نمو داشته باشن و بتونن کار هنری خودشون رو ادامه بدن. تمام گروه ها از هر نوع سبک و گرایش، از جمله رپیست ها و اونهایی که گفتاباز کار میکنن که فضا برای اونهای مقدار محدود شده، بتونن فعالیت بیشتری بکنن، و همچنین موسیقی راک یا موسیقی های دیگه که کمتر بهش در ایران توجه میشه بتونن فعالیت بیشتری داشته باشن. و فراموش نکنیم که جلوگیری از هر گونه موسیقی باعث میشه که در آینده از لحاظ فرهنگی جامعه ما دچار مشکلات بسیار زیادی بشه. اگه یادمون باشه مدتی که موسیقی پاپ در ایران ممنوع بود و اجازه برگزاری کنسرت و همچنین فعالیت هنری به خوانندگان و نوازندگان و گروه های پاپ داده نمیشد، و بعد در یک دوره بعد از اون این موسیقی آزاد شد و خیلی ها به این موسیقی گرایش پیدا کردن، ما تبعات بدی برای موسیقی سنتی و موسیقی اصیل ایرانی داشتیم، به دلیل اینکه جامعه از یک آتشی برخوردار شده بود برای نوعی از موسیقی که قبلا اون رو داشت و بعد در یک دوره اون رو از دست داده بود، و این آتش باعث شد که صدمات جبران ناپذیر بسیار زیادی به موسیقی ملی ما وارد بشه، چرا که ناخودآگاه مردم از اون دور شدند و هنرمندانی که به خوبی داشتن کار میکردن در فضایی که برای موسیقی ایرانی بود، یک هو دچار یک خلأ شدند و مردم اونها رو نادیده گرفتند، و این صدمه برمیگشت به جمع بسیار زیادی از موسیقیدانها و هنرمندان. اونها در این فضای خلأ، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فکری و فرهنگی، دچار مشکلات بسیار زیادی شدند. اجازه بدیم همه نوع موسیقی، همه نوع گرایش موسیقی در ایران بتونه فعالیت خودش رو ادامه بده تا دچار خلأهای فرهنگی در آینده نشیم. مطمئن باشیم هیچ گونه موسیقی، هیچ گونه صدمه‌ای به روح و روان بشر نمیزنه و تمام موسیقی‌ها کاربردها و سیستم خودشون رو دارن، مثل داروهای مختلف در پزشکی که ممکنه هر کدوم از اونها خواص داشته باشن، هر نوع موسیقی خواص مربوط به خودش رو داره. تنها این مهمه که ما فرهنگ سازی بکنیم و بدونیم چه اندازه چه نوع موسیقی گوش بدیم یا به چه نوع موسیقی‌هایی بپردازیم و به اندازه به هر کدوم از اونها نگاه کنیم. مثل غذا میمونه، یه موقعی هست ما دوست داریم از تنقلات استفاده کنیم، یه موقعی دوست داریم غذای کوفته تبریزی آنچنانی بخوریم، و هر کدوم از اینها در جای خودش بسیار لازمه. نباید فراموش کرد که بشر به همه اینها در کنار هم نیاز داره و طبقه بندی مقامی برای اونها صورت ندیم، بگیم این بهتره اون بدتر. همه با کاربرد خودشون بهترین نقش رو در زندگی انسان میتونن ایفا کنن. آرزوی دوم، آرزو برای موسیقی بانوان در ایران هست. آرزوی اینکه اونها بتونند به خوبی کار کنند در کنار مردان و از فعالیت اونها جلوگیری نشه، مخصوصا بانوان خواننده. در اینجا میخوام تقاضایی داشته باشم از فقهای گرامی در زمینه علوم دینی که نگرشی تازه به مسئله بانوان و آواز داشته باشن. شاید ما بر اساس یک سیستم های تاریخی ممکنه یک نوع نظریاتی داشته باشیم که بعداً بشه اونها رو درش تغییرات ایجاد کرد به واسطه ایجاد شرایط بهتر،
در نظر بگیریم که صدای خانم ها خیلی موقع ها در همون رنج و رجیستری هست که ممکنه صدای زیر مردانه داشته باشه یا صدای کودکان داشته باشن، و همونطور که ما اونها رو گوش میدیم میتونیم صدای بانوان رو هم گوش بدیم، همونطور که صدای بانوان رو در حالت محاوره میشنویم و هیچ مسئله وجود نداره، در آواز اونها هم میتونیم این نگرش رو داشته باشیم که مسئله خاصی از لحاظ گناه یا معصیت وجود نخواهد داشت. صدای بانوان که همون صدای لالایی مادرانه هم هست، بهترین اثرات روحی رو در انسانها میتونه ایجاد کنه و نه تنها اونها رو به سمت الوهیت و خدا بیاره، بلکه اونها رو از گناه و زشتی دور بکنه. من خواهش میکنم در سال 95 علما و روحانیون در مورد این مسئله یک نگرش تازه بیافرینند. امسال خانم شیدا جاهد رو که سالها در ممنوعیت کاری به سر برد و نتونست ما رو از صدا و هنر زیبای خودش برخوردار کنه رو از دست دادیم، برای روح او آرزوی بهترین ها رو داریم و امیدواریم در سال 95 خانم ها بتونن فعالیت های هنری موسیقایی خودشون رو به طرز جدیتری دنبال کنن. آرزوی سوم، آرزو میکنم در خانه هر ایرانی همونطور که کتاب آسمانی هست و همونطور که کتاب حافظ هست یک ساز ایرانی هم باشه، نه اینکه مثل خوندن حافظ در شب یلدا فقط اکتفا کنیم، بیایم موسیقی رو خوب یاد بگیریم، به موسیقی خوب گوش بدیم و موسیقی رو جزئی از زندگی خودمون بکنیم. اون وقت خواهیم دید که چقدر این موسیقی میتونه در بهتر زیستن و درست‌تر زیستن به همه ما کمک کنه و باعث بشه که ایران ما ایرانی بهتر از پیش باشه. آرزوی چهارم این است که در سال 95 هیچ گروه یا ارکستر موسیقی به هیچ وجه به پایان و فرجام نرسه و همه گروه ها و ارکسترها بتونن به فعالیت هنری خودشون به خوبی ادامه بدن. فراموش نکنیم که هر گروه موسیقی و هر بند موسیقی یک خانواده هست و همونطور که میدونیم یک کشور بقا و موفقیتش در بقا و موفقیت یک خانواده است. باید بدونیم که موسیقی یک کشور بقاش از گروه ها و ارکسترها شکل میگیره و بیایم اونها رو حمایت کنیم. مخصوصا از بخش خصوصی و مردم درخواست میکنم که فعالیت گروه ها رو جدی بگیرن، سعی کنند از کنسرت های اونها حمایت بکنند و همچنین از دولت به عنوان یک مرجعی که از لحاظ اقتصادی قوی هست درخواست میکنم که امسال به اقتصاد گروه ها و اقتصاد موسیقیدان ها بیشتر توجه بکنه تا اونها بتونن در یک فضای آرامش فکری اقتصادی به خلق موسیقی بپردازند. و آرزوی پایانی من این هست که موسیقی در مدارس ایران حضور پیدا کنه، چیزی که اون رو بسیار کم داریم. کودکان ما از شروع آموزش حتما باید با موسیقی آشنا بشن و این به چیزی که ما در نظر داریم و پیشرفته علم و فرهنگ در ایران هست بسیار کمک شایانه خواهد کرد. به دقت به این موضوع باید توجه کنیم که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا که امروزه از ضریب رشد علمی بالایی برخوردار هستند، توجه موسیقی در اونها بسیار زیاده و از کودکی به این مسئله توجه فراوانی میکنن. موسیقی ذهن ما رو بسیار باز میکنه، تمرکز به ما میده و نیمکره های چپ و راست مغز رو بسیار فعال میکنه و باعث این میشه که کودکان ما بتونن بهتر بیاندیشند، با فراغ بال بهتری بیاندیشند و با ذهن بازتری فکر کنند و خرد رو به کار ببندند. البته
باید توجه کنیم که موسیقی در مدارس نباید بدون برنامه ریزی صورت بگیره، باید با برنامه ریزی دقیق و با حضور کارشناسان موسیقی این کار دنبال بشه. همون مقدار که این بی برنامه ریزی در زمینه موسیقی مدارس میتونه مخرب و نابود کننده باشه، عدم حضور موسیقی در مدارس هم همین نقش رو داره. بنابراین بیاین با برنامه ریزی درست، با استفاده از کارشناسان موسیقی، مدارس رو مجهز به آموزش موسیقی بکنیم تا بتونیم رشد علم و هنر رو در کشور 100 چندان و 100 برابر بکنیم. در پایان پیشنهاد میکنم سال موسیقایی 95 رو به نام آقای علی رهبری، رهبر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران که در سال 94 زحمات بسیار زیادی رو برای اون ارکستر کشید، نامگذاری بکنیم و در سال 95 شرایطی فراهم کنیم که از وجود ایشون بهره‌های بیشتری ببریم. نوروز پیروز.